سلام، ما مجدد ویدیوی دیگری در مورد شیرهای در واقع فولادی شدنی میخواییم ضبط بکنیم. این برند برند ووگ بی همتا هست، همینطور ما از برندی که دیگه که توی مجموعه خودمون میتونیم به فروش برسونیم و عملیات فروششون داریم فاراب هست، فاراب منا، فاراب اصلی. این شیره به خصوص که اینجا نگاه میکنید در واقع همینطور که میبینید یک زاویه‌ای هم داره و ما بهش میگیم شیر صافیه زاویه دار. این زاویه به دلیل این هست که تمیز کردن صافی داخل راحت‌تر هست. این پیچ‌ها که حالا پیچ روکش گالوانیزه هستن رو باز می‌کنن، صافی رو در میارن، ترمیم می‌کنن، تمیز می‌کنن یا هر اتفاقی که لازم بیفته برمیگردن سر جاش. این شیره به خصوص فلنجی هست و ولی خب نوع رزوه دارش هم هست که میشه رزوهش کرده. اصولا خود من به قولی برای که حالا کار اجرایی انجام دادیم و اینا شیرهای فلنجی رو ترجیح میدم به شیرهای رزوه‌ای، راحت‌تر میشه باشون کار کرد. اصلا فلنج رو راحت‌تر میشه تفکیک کرد از بقیه. زمینه که در صورتی که آسیبی هم ببینید یا بخواید شیرو تعویض کنید یا حتی اگه فرض کنیم اون قسمت دیگه نیازی به اون در واقع ابزار اکتیو نداشته باشه، میتونید اون ابزار رو باز بکنیدش. این مثلا بگم این نوع شیر نوع شیر پسیو هست. مثلا خط لوله شما یک در واقع المان پسیو توی خطتون به شما میره، چون کاری انجام نمیده، فقط سیال ازش عبور میکنه. ولی مثلا یک فلومتر یا یک کنتور یک المان اکتیو هست، یک فعالیتی رو انجام میده، داره مثلا عدد میندازه، داره فرمان میده، یا شیر کنترل یک المان اکتیو هست. این نوع شیر شیرای صافی یک المان اکتیو نیستن، اصولا ثابت سرجاشون توی خط خودشون هستن. با اینکه یک کاری رو انجام میدن به عنوان صافیگری ولی باز هم جزء المان های پسیو به شمار میرن. تو خیلی از درخواستایی که ما داشتیم مثلا از شرکت های بزرگی که از نرم افزارهای مختلف استفاده میکنن برای طراحی خط لوله‌شون دیدیم که گاهن این شیر رو به صورت اکتیو استفاده کردن که توی خط باعث در واقع یه سری مشکلات مثل افت فشار رو نمیدونم همر اتک و اینجور حرفا میشه. حالا خیلی مسئله نیست، من لازم نیستش راجع به این مسئله صحبت بکنیم. اون چیزی که این شیر رو متمایز میکنه در واقع کیفیتش هست. این شیرا نسبت به شیرهای خارجی، نمونه‌های خارجیشون اگه بررسی بکنید، با اینکه حالا برند ایرانی هستن ولی از برند خوشنام ایران هستن، کیفیت بسیار بالایی دارن. اصلا نیازی نیست که روی خط لوله آب و تأسیس‌ها در واقع شیری بجز شیرهای داخلی کشور داخلی کشورمون استفاده بکنیم، نه چینی نه اروپایی. یعنی نه ما منظورم کیفیت پایین هست وقتی میگیم واردات مثل چینی ها، نه منظورم کیفیت بالای اروپایی ها هست. واقعا نیازی نیست چون اینا چیزی دست کم از اونها ندارن و مدت‌های طولانی روی خط کار میکنن. این شیر به صورت در واقع رنگ روی شیر و رنگ پوشش داخلی و پوشش خارجی هر دو طرف، رنگ پودری الکتروستاتیک هست، رنگ چکشی که میبینید روش وجود داره، این رنگ خب از بین نمیره. زمینه که اون صافی داخلش خیلی مهمه که دائم با سیال درگیره و صافی داخل این شیرا اصولا فولاد ضد زنگه که در واقع آسیب نبینه در روی خطتون. توضیح زیادی نداره این شیرا. خب یه دو تا مؤلفه دارن، یکی سایزش هست که اصولا باید موقع خرید در واقع به فروشندتون بگید که سایز شیرتون چیه. اگه با دی ان میگین یعنی با 80 میلی‌متر میگین، خب یه بحثه، بحثه این چند در واقع این شیر فروش میره. ضمن اینکه فشار روی خطتون رو میتونید مشخص کنید. معمول هست که اینجور شیرها فقط پی ان 10 و پی ان 16 دارن، میزان فشار تحمل فشارشون بر اساس این هست. بعضی از این شیرها هست، یعنی فلنجه، این هم میزان فشار رو بر اساس همون چیزی که فلنجش هست و شیرش هست در واقع روش میزنن، دو تا مؤلفه مجزا نیستن. بعضی از مدل های اروپایی هستن که فلنج متفاوتی رو از در واقع شیر دارن که حالا برای این موارد خاصی هم به کار میرن، ولی اونها ممکنه که یک فرنجشون کلاسی باشه، در واقع مثلا کلاس 150 باشه، متفاوت باشه نوع گفتارش، ولی معمول همین پی 10 و پی 16 هست. من خیلی نمیخوام ویدیوها رو تخصصی بکنم، خیلی بحث در واقع پیچیده نمیکنم. اطلاعات فنی اگر خواستید هم رو سایت خود تولید کنندگان هست، چه فاراب، چه ووگ، چه حالا هر کدوم از برندهای دیگه که وجود دارن توی بازار و مسلما هم برندهای خوبی هستن، و چه در داخل وبسایت ما. ما سعی می‌کنیم ویدیوها رو کوتاه بگیریم. روز خوبی داشته باشین تا ویدئوهای بعدی. خدا نگهدار.